از میان بیش از 20,000 پناهجوی افغان که امسال به کشور برگشت نمودند، در حدود 1,000شان از ایران و بقیه از پاکستان به کشور آمدند. و گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، پارسال عواملی چون بسته شدن شماری از اردوگاه‌های پناهجویان در پاکستان و بلند بودن بهای مواد غذایی در آن کشور باعث شدند که شمار بیشتری از افغان‌ها به کشورشان برگردند. با این همه گمان زنی می شود که خشونت‌های اخیر در پاکستان آن پناهجویان افغانی را که در ایالت سرحد آن کشور بود و باش دارند وادار بسازد تا یا به افغانستان برگردند و یا هم به بخش‌های دیگری در پاکستان پناه ببرند. ناامنی در پاکستان فکر می‌کنیم باعث شود که تعداد زیادی از افغان‌ها به افغانستان بیاین، که ما در حال حاضر انتظار چنین عمل را نداریم، ولی اگر با وقوع پیوندان ما آمادگی برای مساعدت بر اونا داریم. در حال که انگیزه‌های گوناگونی در مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه متصور هستند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که امسال این انگیزه‌ها تا اندازه زیادی ریشه‌یابی خواهند شد. تلاش همی است که ما بتانیم یک نکته پایانی، اگر امکان پذیر نیست یافتن نکته پایانی، باید راه‌های خوبتر دیگه را پیدا کنیم، چه باشه استقرار مجدد بیجا شدگان داخلی، چه باشه این ازدیاد پروژه انکشافی در داخل افغانستان که باعث رفتن مردم از افغانستان نشه. چون بهتر میدانین عدم اشتغال یکی از بزرگترین معضلی بوده که مردم امروز با مهاجرت دست میزنن. تهیه سرپناه برای 10,000 خانواده و پرداخت کمک 20 میلیون دلاری برای 200,000 نفر از برنامه‌های عمده هستند که این کمیشنری امسال برای برگشت کنندگان روی دست دارد. نظارت بر چگونگی زندگی برگشت کنندگان و اختصاص دادن 1 میلیون دلار برای تهیه آب آشامیدنی نیز از دیگر برنامه‌های این کمیشنری در سال روان هستند.